بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. وجود نازنین آقا رسول الله از طرف خدا برای بشریت طرح‌های تعالی بخش در قرآن کریم آوردند، طرح‌های به قول امروزی ها طرح دادند، ایده دادند، برنامه به ما دادند، ایده و برنامه که انسان را تعالی می بخشد، رشد می دهد. ایده ها و برنامه هایی که پیغمبر و اهل بیت از طرف خدا برای ما آورده اند مشکلات انسان را حل می کند، مشکلات جامعه را حل می کند. ایده ها و طرحهایی که وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای بشریت آوردن هم امنیت بخش، هم تعالی بخش، هم مشکل گشاست، هم میتواند از امت اسلام یک امت نمونه و الگو درست کند، همچنان که خدا در قرآن وعده داده است: و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. پیروان پیغمبر اکرم باید تا قبل از ظهور تبدیل به امت نمونه بشوند، امت الگو بشوند. یک چشمش رو همه مردم دنیا توی اربعین دیدن. اربعین این چند ساله ویژگی های اون امت نمونه رو که وجود نازنین پیغمبر اکرم وعده هاشو و برنامه هاشو از طرف خدا اعلام کردن داشتن. من چند تاشو میشمارم با آیات قرآن، اونایی که میتونن یادداشت کنن حتما یادداشت کنن. بارها گفتیم ولو تو موبایلاتون یادداشت کنید: سوغات معنوی از حرم کریمه اهل بیت و اشعال محمد. با خودتون ببرید. بارها گفتیم سوغات قم، باور کنید فقط سوهان نیست، سوغات این حرم معارف قرآن و عطرت است. اربعین نشون داد که می شود ایده های پیغمبر پیاده بشه، می شود ایده های اسلام پیاده بشه. مگه تو اربعین چه ویژگی های قرآنی است؟ چه ویژگی های این امت نمونه ایه؟ من چند تاشو اشاره میکنم، آیاتشم میخونم. ما در اربعین یک اتحاد و انسجام ویژه‌ای بین جمعیت کثیری از آزادگان جهان، فقط مسلمانان نیستند، فقط شیعیان نیستند، اهل سنت هم هستند، مسیحی‌ها هستند، ازم زرتشتی‌ها هستند، کلیمی‌ها هستند، حتی اونایی که به ظاهر لائیکن، دین و مذهب درستی ندارن ولی آزاده‌اند. ما امسال یکی از زائران اربعین نتیجه آقای گاندی بود، رهبر هند، که هندوستان را از استعمار بریتانیای کبیر کثیف آزاد کرد. نتیجهش امسال اومده بود اربعین. مسلمان نیست، حتی ادیان الهی هم نداره، اما آزادهه، یه آزاده زادهه. به عشق امام حسین آمده اربعین رو شرکت کنه، هم حضور پیدا بکنه، هم عرضم به خدمتتون برای مردم هند پیام ببره. نوه نلسون ماندلا اومده بود امسال اربعین. نلسون ماندلا کیه؟ آفریقای جنوبی رو از دست رژیم آپارتاید، نجات پرست آفریقای جنوبی، نجات داد. دو سه سال پیش معاون پوتین آمده بود، رئیس جمهور روسیه، مسیحی ارتودکس،
آمد و جمعیت اربعینی کربلا رو که ملاحظه کرد، چون مسیحیت هم قائلن یه منجی می آید، حالا اونا میگن حضرت مسیح علی نبینا و آلیه و علیه السلام می آید، عرضم به محضرتون، گفت این جمعیتی که من میبینم با این اتحاد و انسجام داره بشارت اون امت الگویی میدهد که زمین ساز ظهور منجیه. خیلی عجیب بود برای دوستان، یک مسیحی ارتودکس داره اربعین رو تماشا میکند و از این جمعیت وعده خدا رو داره متذکر میشود. کدام وعده؟ واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا. خدای تبارک و تعالی یک ایده داده است، یک وعده داده است که اگر بشریت متحد شوند هیچ قدرتی نمیتواند این اتحاد را به هم بزند، این امت را از بین ببرد. تو ضرب المثل های قدیمی من و شما هم هست، پدری موقع مرگش چند تا چوب رو برداشت یکی یکی شکست، 7-8 تا رو عرضم به خدمتتون با تناب بس، به بچه‌هاش گفت نگاه کنید هر چی زور بزنید اینا شکسته نمیشه. میخواست به بچه‌هاش بگه اگر تنهایی باشید، متفرق باشید، شکسته میشید، ولی اگه با هم باشید شکسته نمیشه. 1400 سال پیش پیغمبر ما وعده دادن، وعده خدا را، برنامه خدا را به ما دادن، فرمودن متحد باشید شکسته نمیشوید. همه پیغمبران آمدن اینو گفتن. ولقد بعثنا، آیه 36 سوره نحل، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اگر هممون حول محور بندگی خدا، حول محور ولایت خدا که حبل الله رو امام صادق سلام الله علیه فرمودن حبل الله، ما اهل بیتیم، ولایت خداست، برنامه خدا این است. من امشب فهرست رو میگم، خدا توفیق بدهد انشالله در ادامه بحث توضیح هر برنامه رو با ریزکاری هاش و با آیات قرآن و با دستورالعمل هایی که تو خونه خیلی قشنگه ها. خدا میفرماید اگر میخواهید شکسته نشوید باید متحد باشید، باید منسجم باشید، باید به حبل الله چنگ بزنید. حبل الله یعنی ولایت الله. حالا آنجا یه حبل الله فقط خداست؟ نه، یه شعبه ولایت تو خانه، مرد ولی خانه، پدر ولی بچه هاست، شوهر ولی زنه. اگر همه اهل خانه به این ولی خانه متحد باشن هیچ کسی خانواده رو نمیتونه از هم بپاشونه. مسجد یک ولی دارد، تو مسجد امام مسجد است، امام جماعت. خدا میگه پایگاه داره این اتحاد و انسجام در محله مسجد، در شهر نماز جمعه، در کل کشور ولی امر مسلمین. اگر همه متحد باشن حول امر ولایت هیچ کس نمیتونه بشکنه. مردم، من دو تا نمونه تاریخی میگم، یه نمونه تأیید این آیه، یه نمونه این است که چون به این آیه عمل نشد آسیب دیدن امت اسلامی. اول تأییدشو بگم شما لذت ببرید به شرط یک صلوات. چهل و پنج سال است انقلاب اسلامی ایران به رهبری یک فرزند پیغمبر علم ولایت رو بلند کرده. دشمنان هر خباستی بلد بودن انجام دادن، هر رذالتی بلد بودن انجام دادن، جنگ تحمیل کردن، تحریم تحمیل کردن، فتنه درست کردن. نوجوانها و جوانها نمیدونن، ولی لااقل بزرگترها برای مردم بگن از روزهای اول انقلاب یه فتنه تو گنبد، تو آمل، تو خوزستان، تو آذربایجان، تو کردستان،
تو هر تو سیستان و بلوچستان هر جا تونستن فتنه درست کردن، اختلاف قومیتی، اختلاف مذهبی، اختلاف زبانی، اختلافهای سیاسی، هر چه توانستن به شیپور اختلاف دمیدن. اما الحمدلله رب العالمین، این امت نقشه های دشمن رو نقشه براب کردن. این یعنی تحقق وعده خدا. شما متحد باشید، اتحادم یه پایگاه دارد، مسجد و نماز جمعه و این حرم ها یک محور دارد، اونم ولایت الهیه. لذا می فهمد وعتصمو به حبل الله، به حبل خدا چنگ بزنید. اینا طرح ها و برنامه هاییست که پیغمبر بر ما آورده. 45 سال دنیا پشت به پشت هم، دست به دست هم دادن، نتونستن این انقلاب رو زمین بزنن. چرا؟ چون مردم به وعده خدا، به برنامه‌ای که پیغمبر خدا آورده توجه کردن. البته دشمن ضربه هایی زده، مشکلاتی برای ما فراهم کرده، ولی نتونسته این نظام مقدس جمهوری اسلامی رو بشکنه. من یه آیه دیگه براتون بخونم مردم کیف کنید. آیه سوم سوره مائده، وقتی وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در قدیر خم دست وجود نازنین امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو بالا بردن، این آیات نازل شده. آیه سوم سوره مائده، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آی مردم عالم، این طرح و برنامه خداست. خدا میفرماید الیوم یعنی چی؟ روز قدیر. روز قدیر یعنی چی؟ یعنی روزی که مردم آمدن به ریسمان ولایت امیرالمؤمنین چنگ زدن. مردم به ریسمان ولایت خدا چنگ زدن، گفتن اشهد ان لا اله الا الله. به ریسمان ولایت پیغمبر چنگ زدن، گفتن اشهد ان محمد رسول الله. دشمن زور زد یه عده رو همینجا متوقف کنه. تو قدیر خم آمدن به ریسمان ولایت امیرالمؤمنین چنگ زدن، گفتن اشهد ان امیرالمؤمنین و ابنائه المعصومین حجج الله. خدا فرمود حالا که شما به ریسمان ولایت چنگ زدید، یعنی به طرح و برنامه خدا لبیک گفتید، من خدا این امت ولایت مدار متحد رو یاری میکنم. نتیجه یاری خدا به این امت متحد چه می شود؟ آیه قرآن، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. امروزی که شما متحد شدید زیر پرچم ولایت، دشمن شما ناامیدانه عقب نشینی می کند، فرار می کند. فلا تخشون، بخشون. دیگه از دشمن نترسید، از خدا بترسید. از خدا بترسید یعنی چی؟ یعنی اگر پشت ولی را خالی کردید، دیگه از نصرت خدا خبری نیست. نصرت خدا مشروطه. آیش هم باز تو قرآن هست، آیه 7 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا ایها الذین آمنو ان تنصروا الله ینصرکم. اگر خدا را، اگر دین خدا را، اگر ولی خدا را پشتیبانی کردید با اتحادتون، خدا یاریتون میکنه، و الا از یاری خدا خبری نیست. باز آیه میخونم براتون. خواهش میکنم اینو به همه بگید، بالاترین امتیاز انقلاب اسلامی این است که 45 سال است مردم متحد زیر پرچم ولایت الهیه واستادن. خدا 5 تا دشمن ما رو ناامید کرده. 5 تا دشمن ما یادداشت کنید. 1، محمد رضا پهلوی. بزرگترا شما که یادتونه محمد رضا پهلوی ساواکی داشت که کسی جرأت نمی کرد بگه بالا چشمت ابرویه.
ولی چون مردم زیر پرچم ولایت الهیه ولی امر مسلمین امام بزرگوارمون متحد شدن بنابر وعده خدا و خدا یاریشون کرد، شاه دومشو گذاشت رو کولشو فرار کرد. الیوم یأس الذین کفروا معناش اینه. آی مردم شما بیاد به وعده خدا ایمان پیدا بکنید، من یه کاری میکنم. دشمن شما که جاندارم منطقه بوده، خیلی قدرت داشت، شاه ارتشی داشت، گارد شاهنشاهی داشت، مستشاران آمریکایی پشتش بودن، آخرین جنرال هایزر بود، این همه پشتش بودن، گذاشت و فرار کرد. مستشارای آمریکایی هم فرار کردن، آمریکایی هم از این مملکت فرار کردن. این یعنی تحقق وعده خدا، این یعنی تحقق وعده خدا. از خدا بترسیم، اگر رو وعده خدا حساب باز نکنیم خدا یاریمون نمی کنه. دشمن اول ما که فرار کرد ناامیدان شاه، دشمن دوم ما صدام و تمام پشتیبانانش. مردم تو رو خدا برید از یکم مطالعه بکنن عزیزانمون، 200 سال گذشته هر جنگی تو این مملکت شده یه قطعه از مملکت ما رو به غارت بردن. آخرین بخشش بحرین استان 19 ایران بود، ولی 8 سال بزرگترین جنگ رو بر ما تحمیل کردن. چرا نتونستن یک وجب خاک بگیرن؟ چون مردم متحد واستادن زیر پرچم ولایت. پیر، جوان، شهری، روستایی، با سواد، بی سواد، حوزوی، دانشگاهی، همه آمدن در آستانه هفته دفاع مقدسی. مردم همه آمدن زیر پرچم ولایت متحد واستادن. یادتونه جنگ تا پیروزی سر میدادن، توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد. مردم واستادن، امام فرمودی جنگ 20 سالم طول بکشه ما ایستادیم. این اتحاد، این ولایت مداری، خب نصرت خدا رو آورد. بعد از 8 سال صدامی که مصاحبهشو نیمکاره گذاشت، گفت بقیه مصاحبه رو تو تهران انجام میدم، 8 سال زور زد، 70-80 کشورم از دنیا پشتش بودن، هیچ غلطی نتونست بکنه. این دو، این وعده خداست. سومین دشمن من و شما و این مملکت، آی مردم حواستون باشه، منافقین بودن. 17,000 شهید از ما گرفتن، رئیس جمهور کشتن، رئیس دیوان عالی کشور کشتن، نخست وزیر کشتن، نماینده ها کشتن، امام جمعه های محاسن سفید کشتن، پیر، جوان، زن، مرد، بقال، قصاب، کاسب، خیاط، پاسدار، بسیجی، همه اینا رو زدن کشتن. و در آخرین ضربه شون هم عملیات مرصاد به کمک صدام، باز مریم رجوی ملعون گفت بقیه مصاحبه رو تهران انجام میدم. ولی مردم چون پای وعده پیغمبر، وعده خدا، طرح و برنامه خدا که پیغمبر اعلام کرده بود، متحد پای پرچم ولایت و اسلام بیستید، خدا دشمنتون رو سرفکنده، سرشکسته، ناامیدانه مجبور به فرار میکنه. کشته هاشون رو گذاشتن، دومشون رو گذاشتن رو کولشون فرار کردن، در به در اروپا و آمریکا شدن، الانم بدبختا جا ندارن. این دشمن سوم. دشمن چهارم شما مردم داعشی بود که میخواست عراق رو تجزیه کنه، سوریه رو تجزیه کنه، لبنان رو تجزیه بکنه، فلسطین رو دو دستی بدن به دست اسرائیل دیگه، بقیهش هم ایران رو هم تجزیه کنه. 7 سال با پشتیبانی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هر چه زور داشتن زدن. هنوز مردم ما داعش رو نشناختن. مردم حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه میگفت، ولی نتونستن یک آجر از حرم حضرت زینب کم بکنن. الحمدلله. ای چون خدا وعده داده بود، چون مردم مسلمان ایران و توی قصه آخر جبهه مقاومت متحد، افغانستانی، پاکستانی، عراقی، سوری، لبنانی، فلسطینی، همه آمدن متحد زیر پرچم ولایت واستادن، نصرت خدا اومد، داعش هم رفت به زباله‌دان تاریخ. این دشمن چهارم شما.
دشمن پنجم شما، مردمی فتنه‌گرانی که با جنگ رسانه‌ای، با جنگ اقتصادی، با جنگ ترکیبی، با جنگ و عملیات روانی، با جنگ فرهنگی افتادن به جون نسل جوان ما، نسل نوجوان ما. شما ببینید پارسال تو رسانه ها و ماهواره هاشون 100 بار گفتن تهران رو فتح کردیم، دیگه نظام سقوط کرد، دیگه آخوندا رفتن، ولی هیچ غلطی نتونستن بکنن. خدا اینا رو هم مجبور به فرار و سرافکندگی کرد. چرا؟ چون مردم ایران متحد زیر پرچم اسلام و ولایت واستادن. اتحاده که امروز حضرت آقا تو دیدار با مردم سیستان و بلوچستان و مردم خراسان جنوبی، جمع شیعه و سنی، علما و اهل تسنن و تشیع فرمودن، این وعده خداست. این طرح و برنامه پیغمبر برای حفظ جامعه اسلامی است. خدا میگه اگه متحد شدید ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ریحکم، اگر با هم دعوا افتادید. حتی من یه بار تو همین جایگاه مقدس صحبت میکردم، گفتم آی مردم، اگر عالمم میخواید انتخاب بکنید، ما شاخصه داریم با قرآن، بفهمیم ان وعد الله حق ان وعد الله صدق. اگر الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، میگه مردم متحد پای پرچم اسلام و ولایت بایستن، خدا نصرتشون میکنه، دشمن ناامیدانه عقب نشینی میکنه. اما یه مفهوم داره، اگر مردم پشت ولی را خالی کنند و متفرق شوند، هر کسی برای خودش بره یه گوشه‌ای، ببخشید ولی بماند و حوزش، چه اتفاقی میفته؟ اینجا دیگه از نصرت خدا برای اون امت خبری نیست، چون امتی نیست که نصرتی باشد، ولی تنهایه. حالا چی میشه؟ منو ببخشن علما، حضرت معصومه منو ببخشن، امام زمان منو ببخشن. خدا، الان آیهشو میخونم، من هیچی از خودم نمیگم، خدا به دشمن مهلت میدهد. دشمن میآید، علی را تو خانه تنها پیدا می کند، جلو چشم علی به زهرا جسارت می کند. این نتیجه خالی کردن پشت علی توسط امت. خدا به دشمن مهلت میده، به حضرت زهرا جسارت می کند، دستای علی رو می بندن می برن. به امام حسن جسارت می کند، سجاده از زیر پاش می کشن. به امام حسین جسارت، امت امام حسین 72 نفر بودن، تموم شد، جسارت کردن به امت امام، به خاندان امام حسین، آمدن گوشواره از گوش بچه ها کشیدن، چادر از سن دختر ها کشیدن. باید بلند بلند ناله بزنیم به خاطری که به طرح و برنامه خدا تن ندادن مردم مدینه و مردم کوفه. آیه مهلت چیه؟ آیه 178 آل عمران. خواهش میکنم آیه رو خوب دقت بفرمایید، یه صلوات بفرستید. آیه 178 آل عمران، ولا یحسبن، ای آیه رو امام حسین شب عاشورا راه میرفتن میخوندن، ای آیه رو حضرت زینب تو مسیر میخوندن، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. آی یزید، آی دشمنا، اگر راه پیدا کردید آمدید تو خانه کننده دل قلعه خیبر، دستاشو با تناب بستید، فاطمه‌شو جسارت کردید، فکر نکنید این مهلتی که خدا به شما داده خیره. انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. خدا داره بهتون مهلت میده پیمانتون پر بشه. از طرفی هم خدا داره به امت درس میدهد که اگر اتحادتون رو به هم زدید، متفرق شدید، دشمن میاد هم شما را میزند. فقط امام حسین رو نکشتن، امت متفرق. خواهش میکنم به این سه واقعه بعد از کربلا گوش بدید مردم. امت مدینه و کوفه و بصره کمک امام حسین نکردند. بعد از واقعه کربلا یزید آمد حمله کرد به مدینه، واقعه حره. تاریخ نوشته بین 5000 نفر تا 15000 نفر کشتن، جوی خون را انداختن.
قریب به هزار تا بچه بی بابا به دنیا آمد بعد از یک سال. کوفه نهضت توابین قیام کردن، سلیمان ابن سرد خزائی 5000 نفر کشتن. مختار قیام کرد یه اوجی داشت تا 25000 نفر کشتن. امتی که متحد با پای امامش نایسته از نصرت خدا خبری بگید نیست. خدا فرمود اگر متحد زیر پرچم اسلام و ولایت باشید هیچ دشمنی بر شما غلبه نمی کند، شما پیروز میدانید. آیه 56 سوره مائده اینو میگه: و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. خدایا به آبروی محمد و آل محمد این اتحاد، این انسجام، این همدلی، این اخوت، این برادری، این تعاون و همکاری رو در جامعه اسلامی و امت اسلامی